رهایی زن، برنامه از سازمان رهایی زن. با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینو همتی هستم و برنامه رو بر طبق روال هر هفته تقدیم حضورتون می کنم. لطف کنید اگر به ما خاره دسترسی ندارید تشریف ببرید برای خود وبسایت کانال یک، برنامه رو همراه ما نظاره‌گر باشید. برنامه رو به فعالین حقوق زنان زمان پخش و بازپخش برنامه رو نیز اطلاع بدید. عزیزانی که در هفته گذشته ما رو همراهی کردید، برای ما روی پیام میذارید و عکس و گزارش میفرستید، بسیار سپاسگزار هستیم و کماکان همراه ما باشید. در برنامه امشب باران که شدی مپرس که این خانه کیست، داستان امروز ما داستان عشق است و ایثار، داستان سوغاتی نور و روشنایی در دل تاریکی ها، داستان زنان و مردان توانایی که برای نسل های بعد از خود بذر توانفزایی را در مام وطن کاشتند. امروز با جمعی از دوستان در شمال کالیفرنیا به دیدار یکی از این زنان دانا و توانا و عاشق می رویم. به دیدار بانویی که بیوقفه تمام عمر تلاش و کوشش خودش را صرف توانفزایی بچه های ناشنوا کرده است. به دیدار سمینه باغچه‌بانی، مادر ناشنوایان ایران. رابطه‌ای که من با پدرم دارم خب بستگی به شخصیت اون داره، چون که اون به اصطلاح شخصیت غالب و دامیننت بود. من از بچگی نمیدونم یک علاقه خاصی به پدرم داشتم، یعنی پدرمو قبول داشتم، پسندیده بودم، میفهمیدمش و این خیلی واقعا موهبتی بود و پدرمم به من علاقه خاصی داشت. سمین خب جای خودش، پسر اولش بود، بچه اولش بود، موزیسین بود، روابط عالی. ما پروانه تحت‌تقاری بود، بیشتر مورد علاقه مادرم بود، خوشگل بود و مادرم اونو لوس می‌کرد و کشیده بود. این وسط من بودم، من و پدرم عقب کرد و از بچگی یک نمیتونم بگم از کی، من مثلا وقتی بزرگ شدم لیسانس گرفتم دیدم بابام چقدر آدم مهمیه، نه، من از بچگی پدرم و اون من اداپت کرده بود و من خیلی دوستش داشتم و پدر دوست داشتنی هم بود پدرم، یعنی علاوه بر اینکه پدر بود مادرم بود. مثلا مسواک بزنید، حموم بکنید، زمستون تابستون میوه بخورید، زمستون هلو و نمیدونم برگه هلو و زردالو اینا خیز کنه حتما بخورید، میدونید. بعد از بچگی ما رو میبرد وقتی که درس میداد به ناشنوایان، ما رو میکشید اونجا. یه موقعی بود پدر من ما، یعنی بهتون چی بگم، یه موقع بود ما تو دبستان سینا بودیم تابستون، چون دبستان سینا تعطیل بود ما از بی خانمانی
دبستان سینا با پدر من 3 ماه زندگی کردیم تا اینکه تونست یه خونه پیدا کنه. برای اینکه هر کس که میشنید میخوایم اینجا رو دبستان کنیم خونشو، مخصوصا دبستان کرولالو، اصلا نمیدادن، کرایه نمیدادن. پدرم برای اینکه ما بتونیم تابستون جای خنکی باشیم، چند تا شاگرد ناشنوا رو که وضعشون خوب بود تابستون نگهداری میکرد، توی گلاب دره یه خونه کرایه میکرد، ما میرفتیم اونجا و ما سمین و من و پروانه با بچه های ناشنوا بزرگ شدیم. دزدی به باغ رفتن با ناشنوایان بود، میرفتیم خونه، میرفتیم گلو می‌دوزیدیم. من احمق بیشور چیزم رو دامنم کرده بودم توی شلوارم، گلوها رو ریختم تو سیدم. گلو نمیدونید اون پوشتش آتیش میزنه. علت این که الان ناشنوایان هم به من میگن که سمیله باغچه‌بان مادر ناشنوایان ایران، آره این لقب رو به من دادن، افتخار میکنم. واقعا ما با هم دیگه با هم بزرگ شدیم. برای من جزئی از زندگی من هستم ناشنوایان، جزئی الانه. و میدونید که جاری عزیز من ناشنواست، نسرین زلی، نمیدونسته اون خانم زیبارو، به به به، نسرین زلی، جمشید پیر نظر، برادر شوهر من، به یک نگاه عاشق نسرین شد و بدون اینکه فکر کنه این ناشنواز ازدواج کرد. پراکندگی نبود، همه ایران بودیم. درسته. نه تنها همه ایران بودیم، تهران بودیم. نه تنها در تهران بودیم، ایده فرهنگی ماها رو به هم نزدیک میکرد. الان خانم نوشین جونم فامیل دیگه بگیم، پوزیشنشون بگیم، چی کار میکنه الان؟ الان توی به اصطلاح گرداننده مثل توران میرهادی در شورای کتاب کودکی. بله. نوشین انصاری، احسن به شما، میشناسیش؟ بله. نوشین الان چقدر داره فعالیت میکنه. و به هر حال توران هم عقیدش این بود که یک نفر رهبر نباشه، این درست، ولی شما کبوتر که میبینید میره، به هر حال یک جهت بینا باید بگه. یک جهت باید بده. گاهی او خسته میشه یکی دیگه. بله. خیلی جالبه. شما نگاه کنید، مثلا الان این کبوتر جلوه و چیز میده، هدایت میکنه، بعد میسی که این میره یکی دیگه عهده‌دار میشه. یعنی ما از طبیعت میتونیم خیلی یاد بگیریم که چطوری زندگیمونو اداره کنیم که اجحاف به دیگران نباشه، خودمون لذت ببریم. چون لذت رو وقتی آدم میبره که میبینه کارش موجب پیشگیری از فعالیت کسان دیگه یا درخشیدن افراد کسای دیگه نمیشه. درست. ولی برای شما که یک زن بودین و اون زمان این فعالیت ها رو میکردین، استثنایی هستین سمینه جان. یعنی واقعا 10 تا زن تو اون زمان نمیدونم میتونم بشمارم. خانم توران میرهادی بودن، شما بودین، خانم لیلا آهی بودن، درسته؟ درست میگم؟ لیلی آهی؟ بله بله، لیلی آهی بود. به با ما گفتن 3 تفنگدار. آره، توران و لیلی و من 3 تفنگدار بودیم. چه مشکلاتی بود برای زنان اون موقع؟ آسون بود این کارا؟ یعنی اگه پدر آسون بود. ما
داستان بزغاله است. بزغاله گرسنه بود، داشت بابا میکرد، با 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 دارم از خوشتگی میمیرم، با با. یکی زیر گوشو گفت بزک نمیر، بهار میاد، لک لک سر چنار میاد، خربوزه با خیار میاد. بزغاله خوشحال شد، دنبالش دویده گفت چقدر مونده به بهار، خربوزه از کجا میاد، هندونه جونم کی میاد. در بستان و جالیس تو کپا تو کپا، اینجا بستان است، بستان چه ساکت است، انگار همه خوابند، تو کپا تو کپا برو بیدار نشوند. خربوزه ها در کنار هم زیر آفتاب چه راحت خوابیدند، خیارها هم سبز و خرم در زیر برگ های پهن خود خوابیدند. برن کم کم بزرگ می شوند، ما یواش یواش تو که پاتوش با راه می رویم، اما تا که برزید به جالیز نزدیک می شویم همه از خواب می پرند، دلشان بر می ریزد تو می ترسند، دلشان نمی خواهد که کنده شوند، دلشان می خواهد که حال آره ها باشند، رشد کنند، صبح ها با طلوع خورشید را ببینند و به اون سلام کنند و غروب ها به خورشید خانم شد به خیر بگویند. دلم ریخ تو حق هم دارم، اما چه میتوام کرد، بزرگ منتظر خربوزه و خیار زباب است. نه نه کی نوشتین اینو سم اینجا؟ کی نوشتین؟ مسئله دیگه امینه جان اینو کی نوشتین؟ اخیراً یا از کارهای قبلتونی؟ اخیراً نوشتم. اخیراً نوشتم و 22 صفحه است. درسته. نگاه کن. وای خدا. چقدرم لذت بردم. کفش جورابش نگاه کن. خدایا عزیزم، میدونی چقدر واقعا حوصله داشتم و اینا. شما این چشم ابروهای اینا رو هم دوختین و در ضمنم اینا دست و پاشون تا میشه، میشینن الان مثلا روی جایی، اینا چجوری تا میشه دست و پاشون آخه؟ ها اینش اون چی که اینا این عروسک منو در جهان بی نظیر میکنه، نه زیباییش نه لباسش، اینه که من توی بدن اینا بدن اینا الان اینجا دارم، چیزی شد همه کار میتونه بکنه. ببینی میبینی ببینی چقدر رومانتیک، عاشق دلخسته، وقت زلفشه ببین، واقعا این یکی از زیباترین عروسکای منه. سلام خانم، حال شما، اسم شما چیه؟ اسم شما عاشق دلخسته است. اسم دارن عروسکاتون؟ سمینه جون اسم گذاشتین براشون؟ نه شما الان اگه بخواییم برای این اسم بذارین چی اسمشو میذارین؟ شما بذارین ببینمش. یعنی من به نظرم میاد این شاهکاره، برای اینکه ببینید، بیا جلو ببین این ابروشو، ببین این ابرو اومده اینجا، این ابرو از زیر اومده. اشوه، من بزنیم اشوه، آره اشوه، اشوه یک روش بخور، موجه ها رو ببین. رفتم آهو بگیرم، ماهی شد و دریا رفت، دریا پر از صدف بود، صدف پر از مرواری، شمسی جای تو خالی. اینو من البته چیزش اینجا توضیح کامل دادم که سبب نوشتن، سبب این کتاب چی بود. من از مینیاتورهای ایران خیلی خوشم میاد، ولی میدیدم که اشکال مینیاتور اینه که خب اسمش روش کوچیکه و بعد در یک صحنه چند داستان تعریف میکنه.
هر گوشش. وقتی که به هوشنگ همسرم میگفتم که اینه ببین که بابا اینه چی اصلا پیدا نیست، اینه به خاطر اون درست کردم و اومدم تیکه هایی از چیز رو بزرگ کردم، من جمله همین این صفحه که داره میره، مثلا اینایی که شما اینطوری میبینید به این چیزی میبینید اینا اینقدر، اینا اینقدر، من این اومدم بزرگ کردم، گفتم بزرگ بشن که بیدن آخه این صحنه به این زیبایی، ببین این زیبا و این گوشه ای از یک داستانه، همش نگنجیده به اینی که من خودم عاشق این کتابم و همه رو بزرگ کردم که ببینن چی به چیه. میدونید اینا مثلا چیز اینقدریه، بعد اومدم برای اینکه اینو به اصطلاح چیزش کنم اومدم لالایی گذاشتم روش، مادرها به هوای لالایی اینو بخرن یا ببینن که بیداتون چیه، یعنی دام انداختم دام. این هست میگه لالا لالا گل سنبول، جهان شد پر گل و سنبول، بابات رفته به هلچینی بیاره قند دارچینی، لالا لالا گل اوشن، بابات اومد چشت روشن، لالا لالا عزیز تر بپوشم، کجا بردی کلید عقل و هوشم، لالا لالا کلالایی بلایی، خودت بلا قلمدون طلایی. تکیه روی توانایی ها باشه نه روی ناتوانی ها، هر کسی ناتوانی داره. اگر قرار باشی که الان ما چهار نفر که اینجا نشستیم هر کدوممون ناتواناییمونو بگیم، یک جامعه ناتوانی به وجود بیاد، در صورتی که ناتوانی به جای خود من یه آدمم با توانایی های بسیار، اصلا نمیتونیم ما فکر کنیم که هر کدوممون چه کارخونه هستیم، چی هستیم، کائنات هستیم. اصلا باور کن من گاهی فکر میکنم که مثلا سرم میخوره، این میفهمه بگین دستور بده، این میاد این میره اینجا، پس ببین اصلا آدمیزاد که همینطوری که نشسته یک کائنات، یک کارخانه منظم و مرتبه. حالا ما چرا اگه یه چرخش گیر داره ما به اون گیر بدیم؟ چرا؟ 100%. چرا؟ مخصوصا این که اون گیری که اون داره به ما آزاد نمیزنه، به ما که کار نمی کنه، خودش مثلا سختش پاشه، سختی اون به من که اثر نمی کنه، من چرا باید که روی اون نکته فکر کنم؟ دوستان شگفت زده و پر از زندگی در راه بازگشت هستیم. اون چیزی که توی این چند دقیقه ویدیو شاید نشد به تصویر بکشیم فکر کردم اینجا براتون یکم تعریف کنم. این خونه پر از نور بود، پر از رنگ بود، پر از امید، پر از کاغذ و نخ و کتاب و پارچه، پر از عشق به خلق کردن، پر از عشق به داستان گفتن، چه با پارچه ها، چه با کتاب ها و چه با عروسک ها. این زن ما رو چنان شگفت زده کرد که چطور یک انسان در آستانه تولد 97 سالگی خودش همچنان 20 خورده کتاب در حال نوشتن داره و چقدر زیبا شادی حضور رو به کارهای دستش گره میزد. برای ما یه روز فراموش نشدنی بود و فکر میکنم امروز یکی از انسانهایی رو ملاقات کردیم، نه بذاریم بگم یک ابر انسان رو ملاقات کردیم که بسیار بزرگتر از ظرف زندگی خودش شده. برای سمین خانم ها بهترین ها رو آرزو داریم، چرا کتاب بوده و هست، دنیای ما بر دست چنین عاشقانی میگردد.
عاشقانی که عشق رسیدنشون خیلی بزرگتر از ترس از دست دادن هاشون شده. سمین خانم باغچه‌بان، تولد شما بر همه ما مبارک. بینندگان عزیز، به انتهای برنامه امشب رسیدیم. با سپاس فراوان از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، به همراه اسد پوشا و با سپاس فراوان از عزیزانم در اتاق فرمان، شب و روز بسیار خوشی رو برای یکایکتون آرزو مندم. شب خوش. رهایی زن، برنامه‌ای از سازمان رهایی زن.